من یکی از دو پیاله را از دست زن گرفتم و پیاله دوم را به کاپیتال دادم و به او گفتم: ای زن زیبا، اسم تو چیست؟ زن گفت: اسم من مریت است و کسی مرا به نام زن زیبا صدا نمی زند و چون تو مرا به این نام خوانده ای می فهمم که مردی محجوب هستی و مثل یک جوانی نورسیده که با این گونه حرف ها به خود جرأت می دهد تا اینکه بتواند دست خود را روی دست یک زن بگذارد، تو هم به خود جرأت می دهی که دست را روی دست بگذاری. بعد از من پرسید: آیا تو پزشک نیستی و اسم تو سینوهه نیست؟ گفتم: چرا؟ گفت: اگر میل داری که باز ما را در این میخانه از دیدار خود مسرور کنی، مرا به نام زن زیبا صدا نزن و نسبت به من تحقیر نکن. از وی پرسیدم: تو چگونه دانستی که من سینوهه هستم؟ مریت گفت: شهرت تو زودتر از خودت وارد این میخانه شد، به طوری که من به محض اینکه وارد شدی تو را شناختم و اکنون میبینم که شهرت تو بدون علت نبوده است. وقتی مریت با من صحبت میکرد تبسم مینمود، ولی من میدیدم که تبسم او حاکی از شادمانی نیست، بلکه نشانه اندوه است و از چشم زن نیز این اثر احساس میشد. گفتم: مریت، اگر تو از زبان کاپتا که اینجا حضور دارد و در گذشته غلام من بوده و من امروز وی را آزاد کردم، وصفی از من شنیده ای، بدان که نمیتوان به گفته او اعتماد کرد، زیرا این مرد فطرتی مخصوص دارد و جوهر فطرت او این طور است که زبانش نمیتواند بین راست و دروغ را فرق بدهد و بیشتر دروغ میگوید و من با اینکه پزشک هستم نتوانستم این مرض را در او معالجه کنم و ضربات عصای من هم از لحاظ معالجه این عیب بدون نتیجه ماند. مریت با اندوه تبسم کرد و گفت: سینوهه، دروغ در بسیاری از مواقع بهتر از راست است، برای اینکه دروغ انسان را امیدوار و دلخوش می کند، در صورتی که حرف راست سبب ناامیدی می گردد. مثلا وقتی تو به من می گویی ای زن زیبا، با اینکه می فهمم که دروغ می گویی، قلب من از این دروغ شادمان می شود. ولی من میل دارم که از این مشروب دم تمساح که برای تو آوردم بنوشی و به من بگویی که آیا این مشروب قوی تر است یا نوشابه هایی که در کشورهای خارج نوشیده ای؟ من بدون اینکه چشم از مریت بردارم جرعه ای از مشروب مزبور را نوشیدم، ولی بعد نتوانستم او را نگاه کنم، زیرا حلق و آنگاه شکم من سوخت و یک مرتبه خون در بدنم به جوش آمد و پس از اینکه آرام گرفتم و اثر نشعه آشکار شد، اظهار کردم: کاپتا گرچه بسیار دروغ میگوید، ولی آنچه راجع به مشروب این میخانه گفت درست است، زیرا نوشابه تو از تمام مشروباتی که من در کشورهای خارج نوشیدم قوی‌تر میباشد و حرارت آن بیش از روغن سیاهی است که سکنه بابل از زمین به دست میآورند و در چراغهای خود میسوزانند. توضیح حاشیه: مقصود نویسنده از این روغن سیاه نفت است. مترجم. ادامه متن: و همانطور که یک تمساح واقعی با یک ضربت دم خود یک مرد قوی را به زمین میزند، نوشابه تو هم یک مرد توانا را از پا در میآورد. از حلق من رایحه و طعم معطر چند نوع علف و ادویه احساس میشد و من یک مرتبه خود را با نشاط دیدم و مایل شدم که با مریت بیشتر صحبت کنم. به او گفتم: مریت، من نمیدانم که آیا این نوشابه مرا اینطور شادمان کرد یا اینکه حضور تو روح مرا به وجد آورده است. همین قدر میفهمم که خوشحال هستم و میل دارم که دست خود را روی دست تو بگذارم و اگر از این حرکت ناراضی میشوی بر من خورده نگیر، برای اینکه دم تمساح تو مرا جسور کرده است. زن قدری عقب رفت و گفت: من صاحب این میخانه نیستم و خدمتکار اینجا میباشم، ولی این نوشابه را من تهیه میکنم و یگانه جهیزی که پدرم به من داده طرز تهیه این نوشابه است و به قدر این مشروب مورد توجه مردم می باشد که غلام تو کاپتا
که میگویی او را آزاد کرده‌ای، خود را دوستدار من جلوه می‌دهد تا بتواند چگونگی تهیه کردن این مشروب را از من یاد بگیرد. وقتی غلام تو متوجه شد که با هیچ وسیله‌ای نمی‌تواند توجه مرا جلب کند، تصمیم گرفت که این میخانه را با زر خریداری نماید و نیز میل دارد که طرز تهیه این مشروب را از من خریداری کند. کاپتا وقتی این حرف را شنید اشاره‌ای به زن کرد که سکوت نماید، ولی من که نشاط داشتم گفتم: مریت، اینکه که من دم تمساح را نوشیدم و خود را خوشحال می‌بینم، فکر می‌کنم که کاپتا حق دارد که دلبسته تو شود و بخواهد که تو را زوجه خود نماید، ولی من این حرف را از روی مستی می‌زنم و فردا وقتی هوشیار شوم شاید حرف خود را پس بگیرم. و آیا راست است که کاپتا زر داده و این میخانه را خریداری کرده است؟ قبل از اینکه زن جوابی بدهد، کاپتا به من گفت: سینوهه، من نمی‌خواستم که تو بدین ترتیب از خبر خریداری این میخانه مطلع شوی، بلکه قصد داشتم که خود این موضوع را به تو بگویم، ولی حال که این زن راز مرا افشا کرده، باید بگویم که من این میخانه را با طلای خود، یعنی با طلایی که مدت چند سال از تو دزدیدم، خریداری نمودم، زیرا برای اداره کردن یک میخانه استعداد دارم و می‌دانم که این کار آسان است و تولید مزاحمت نمی‌کند. احتیاج به نیروی جوانی ندارد. من از بس در میفروشی‌ها بدون پرداخت فلز، آبجو و شراب نوشیدم، به محض دیدن یک مشتری می‌فهمم که آیا وی می‌تواند بهای آشامیدنی را بدهد یا نه، و آیا می‌توان به او نسیه فروخت یا خیر. شغل میفروشی کاری است بدون اشکال، ولی لذت بخش برای این است که انسان در میخانه اشخاص گوناگون را مشاهده می کند و از هر یک از آنها چیزی تازه می شنود که برای من که کنجکاو هستم و می خواهم از همه چیز مطلع شوم خیلی مفید است. در این موقع کاپتا پیاله خود را سر کشید و با نشاط گفت: ارباب من، یگانه کسب که هرگز از رواج نمی افتد می فروشی است، چون تا جهان باقی می باشد مردم می نوشند. ممکن است که فرعون‌ها وجود نداشته باشند و خدایان مصر از عرشه خدایی خود به زمین بیفتند و از بین بروند، ولی می فروش هرگز از بین نمی رود، زیرا مردم وقتی مسرور و سعادتمند هستند می نوشند و هنگامی که اندوهگین و بدبخت می باشند باز برای تسکین بدبختی خود متوسل به آب جو و شراب می شوند. موقعی که یک مرد عاشق می شود، عشق خود را با نوشیدنی تقویت می نماید و وقتی در خانه با زن خود نزاع می کند، باز برای رفع اوقات تلخی به میخانه می رود و می نوشد. کاپتا به سخن ادامه داد و گفت: ممکن است تو سینوهه که یک مرد غیر عادی هستی، طرز فکر مرا نپسندی و بگویی که انسان باید زحمت بکشد و معاش خود را تأمین نماید، ولی من میگویم مردان زرنگ آنهایی هستند که بدون زحمت از دسترنج دیگران استفاده میکنند و در حالی که دیگران با وجود زحمت کشیدن گرسنه میمانند، آنها براحتی زندگی مینمایند. من تصور نمیکنم که از شغل طالع بینان نگذشته کاری آسانتر از می فروشی باشد، با این تفاوت که طالبینان محتاج سرمایه بدوی نیستند، زیرا سرمایه آنها در وجود خودشان است و هرگاه مالندیشی به خرج بدهند می توانند که در آخر عمر در خانه‌ای که خود با نیروی خیش ساختند زندگی نمایند و از راحتی برخوردار گردند. ولی من از تو معذرت می خواهم که پرحرفی می کنم و این پرحرفی من ناشی از این می باشد که هنوز عادت به نوشیدن دم تمساح نکردم و یک پیاله از این مشروب طوری مرا منقلب می کند که اختیار زبان را از دست می دهم. صحبت من مربوط به این میخانه بود و گفتم که این میخانه از من است و اینک می گویم که من و صاحب سابق میخانه با کمک مریت آن را اداره خواهیم کرد و من و او منافع را نصف خواهیم نمود. صاحب سابق این میخانه که بعد از این کارگر من خواهد شد، به هزار خدای مصر سوگند یاد کرده که بیش از نصف منافع را تصاحب ننماید
و از من ندوزدد و من یقین دارم که اون نخواهد دوزدید، برای اینکه مردی متدین است و یک عده از مشتری‌های او جزو کاهنان هستند و اینان از مشتری‌های خوب به شمار می‌آیند، برای اینکه زیاد دم تمساح می‌نوشند. و علتش این است که کاهنان عادت کردند از شراب قوی تاکستان‌های معبد آمون بنوشند و آنهایی که این شراب را می‌نوشند از یک یا دو دم تمساح مست نمی‌شوند. و اما از این جهت عده‌ای از مشتریان این میخانه از کاهنان هستند که میفروش می‌اندیشد که منافع کسب را به منافع مذهبی مربوط کند که اولی از دومی سودمند شود، و تا امروز همین طور شده است. ولی مثل این است که من زیاد حرف می‌زنم و پرحرفی من ناشی از این می‌باشد که امروز یکی از روزهای شادمانی من است، و باور کن که بزرگترین علت شادمانی من این می باشد که می بینم تو نسبت به من خشمگین نیستی و مرا مثل گذشته خادم خود می دانی، در صورتی که من امروز مردی آزاد شده شروع به می فروشی کردم، گویی که برخی عقیده دارند که شغل می فروشی خوب نیست. بعد از این حرف کاپتا از روی مستی به گری افتاد و سرش را روی زانوهای من نهاد و من به زور سرش را از روی زانوهای خود بلند کردم و گفتم برخیز و درون میخانه این حرکات جلف را نکن، زیرا اگر مشتری ها ببینند صاحب جدید میخانه اینقدر جلف است نسبت به تو بدبین می شوند و شاید دیگر اینجا نیایند. بعد از اینکه کاپتا سر را بلند کرد از او پرسیدم نکته ای وجود دارد که من نمی فهمم و آن مسئله فروش این میخانه است، چون اگر این میخانه اینطور که تو میگویی رواج دارد، چرا صاحبش راضی شده که آن را به تو بفروشد و بعد به عنوان شاگرد برای تو کار کند و در منافع سهیم باشد؟ کاپتا که هنوز اشک چشمهایش خشک نشده بود گفت سینوهه، تو استعدادی مخصوص داری که به وسیله دلایل خود که تلختر از افسنتین است شادی مرا زهراگین نمایی. اگر به تو بگویم که من و این میفروش دوست زمان کودکی هستیم و در گذشته در شادی و غم یکدیگر شریک بوده ایم، آیا قبول میکنی که وی به پاس دوستی قدیم حاضر شده این میخانه را به من بفروشد؟ ولی چون میدانم که این گفته تو را متقاعد نمی نماید، ناچارم تصدیق نمایم که خود من ها از این دلیل متقاعد نمی شوم و ناگزیر باید تصدیق کنم که در فروش این میخانه از طرف میفروش به من رازی وجود دارد و من تصور می کنم که راز میفروش مربوط به جنگ خدای جدید فرعون مصر با آمون خدای قدیم می باشد. و چون در هر اقتشاش در کشور مصر نخست اینجا که مورد حمله قرار می گیرد میخانه است و مردم می ریزند و تا به توانند آبجو و شراب می نوشند و خمها و سبوها را می شکنند و خود میفروش را در رودخانه نیل غرق می نمایند، صاحب این میخانه وحشت کرده است، زیرا صاحب این میفروشی یکی از طرفداران جدی آمون خدای قدیم مصر است و به قدری تعصب به خرج داده قدیم را انکار کند و به خدای جدید معتقد شود، زیرا هیچ کس نمی پذیرد که وی اعتقاد خود را تغییر خدای جدید شده است. از طرف این میفروش متوجه گردیده که خدای آمون سخت گرفتار وحشت شده، به طوری که معبد آمون زمینهای زراعتی خود را میفروشد زیرا فکر میکند که شاید روزی اراضی را از او بگیرند. من هم بعد از که دانستم میفروش متوحش گردیده طوری حرف زدم که در وحشت او افزودم و گفتم هرچه زودتر خود را از میخانه آسوده کن، زیرا اگر وضعی ناگوار پیش بیاید سرمایت در این میخانه از بین خواهد رفت. او هم که خیلی بیمناک شده بود پذیرفت و میخانه خود را به من فروخت، ولی چون میدانستم که برای اداره کردن میخانه لیاقت دارد و شاگردی بهتر از خود او پیدا نخواهم کرد، از وی و مریت درخواست نمودم که در این میخانه باقی بمانند. گفتم کاپتا، من نمیدانم که آیا بعد از این تو از این میخانه استفاده خواهی کرد یا نه، ولی میفهمم که تو در یک روز کارهای بسیار را به انجام رسانیده ای و اگر من بودم نمیتوانستم که در یک روز این همه از کارها را به انجام برسانم. و آنگاه برخاستیم و از دکه خارج شدیم و من حس میکردم که
کاپتا به کلی مست است و نمیتواند درست راه برود و یک دم تمساح او را خراب کرده بود. مقدمات یک فتنه بزرگ در مصر. بدین ترتیب من در محله فقرای شهر طبس و در منزل مسگر سابق پزشک فقرا گردیدم و به طوری که کاپتا پیش بینی کرده بود بیماران بسیار به من مراجعه نمودند. من از معالجه بیماران مزبور استفاده نمی کردم و برعکس ضرر متوجه من می شد، زیرا نه فقط به بیمارها داروی رایگان می دادم بلکه گاهی مجبور می شدم که به آنها غذا بدهم، زیرا وقتی می دیدم که معالجه یک بیمار مکول به این است که غذا بخورد، ناچار به جای دارو به او غذا می خورانیدم. هدایایی که بعضی از فقرا برای معالجه خود به من می دادند اهمیت نداشت، لیکن چون از روی خلوص نیت داده می شد مرا شادمان می کرد و من بیشتر از این خوشوقت بودم که مردم نام مرا مبارک می دانستند و طوری از من یاد می کردند که پنداری یکی از نیکوکاران بزرگ جهان هستم. کاپتا که به مناسبت پیری و به خصوص ثروتمند شدن نمی توانست مانند گذشته عهده‌دار خدمات من شود، برای کارهای خانه یک زن پیر را استخدام کرد که هم از مردها متنفر بود و هم از زندگی، ولی چون بالاخره انسان تا روزی که زنده است یا توانایی دارد باید کاری بکند، او هم در خانه ما کار می کرد. این زن گرچه به مناسبت پیری جالب توجه نبود، ولی در عوض غذاهای لذیذ طبخ می نمود و من هرگز از غذای او شکایت نداشتم. دیگر این که زن مزبور از بوی کریه فقرا که برای معالجه نزد من می آمدند نفرت نداشت، در صورتی که کاپتا از رایحه آنها متنفر بود. من به زن مزبور که پیوسته حاضر بود ولی او را نمی دیدم عادت کردم و وی را به نام موتی می خواندم. شبها شهر طبس از نور چراغ‌ها روشن می شد و میخانه ها و منازل عمومی پر از مشتریان می گردید، ولی هر کسی قدری عقل داشت حدس می زد که حوادثی به وقوع خواهد پیوست، زیرا مبارزه بین خدای جدید فرعون موسوم به آتون و خدای قدیم به نام آمون شدت می نمود. دو سه ماه گذشت و در طبس مردم از عواقب مبارزه دو خدا مضطرب شدند و هرمهب فرمانده ارتش مصر مراجعت نکرد. روزها حرارت آفتاب بیشتر شد، به طوری که گاهی از اوقات من از فرط حرارت و خستگی به اتفاق کاپتا به میخانه دم تمساح می رفتیم، ولی دیگر از آن مشروب قوی و سوزان نمی آمیدیم، بلکه به یک آبجوی کم قوت که آتش را رفع و بدن را خنک می کرد بدون اینکه تولید مستی نماید اکتفا می نمودیم. چون در داخل میخانه هوا خنک بود، من در آنجا خود را راحت می دیدم و از تماشای زیبایی مریت لذت می بردم و وقتی چشمهای او به چشمهای من دوخته می شد حس می کردم که قلب من فشرده می شود و مایل بودم که دست خود را روی دست او بگذارم. بعد از اینکه چند مرتبه به آن میخانه رفتم، متوجه شدم که مشتریان آن میکده افرادی به خصوص هستند و همه کس را به آنجا راه نمی دهند، یا اینکه وضع میکده طوری است که افراد بی بضاعت نمی توانند آنجا بیایند و شراب یا آبجو یا دم تمساح بنوشند. کاپتا آهسته به من می گفت که در بین مشتری های این میخانه کسانی هستند که ثروت خود را
از راه یغمای قبور اموات به دست آوردند. ولی وقتی که به این میخانه می آیند، مانند اشراف رفتار می کنند و از آنها حرکتی جلف سر نمی زند. و نیز می گفت تمام مشتریان این میخانه کسانی هستند که به هم احتیاج دارند و داد و ستد و احتیاجات مادی دیگر آنها را وامی دارد که اینجا بیایند، وگرنه فقط علاقه به نوشیدن دم تمساح آنها را اینجا نمی آورد. یگان مشتری که کسی به او احتیاج نداشت من بودم، زیرا من نه چیزی خریداری می کردم و نه چیزی می فروختم و نه زر و سیم به وام می دادم که ربح آن را دریافت کنم و نه گیرنده وام به شمار می آمدم، ولی چون همه می دانستند که دوست کاپتا هستم، مرا در میخانه می پذیرفتند بدون اینکه زیاد با من گرم بگیرند، زیرا اطلاع داشتند که از من سودی نصیب آنها نخواهد شد. من در آن میخانه اطلاعات زیاد راجع به وضع طبس و مصر و حوادث کشور به دست می آوردم. از جمله شبی که در میکده بودم، دیدم که بازرگانی که می دانستم فروشنده بخور است، در حالی که لباس خود را دریده خاکستر بر سر ریخته بود، وارد میکده شد و یک پیاله دم تمساح نوشید و گفت امیدوارم که این فرعون تا ابد ملعون باشد، زیرا این تمساح میل ندارد که از عقل پیروی کند و هرچی به فکرش میرسد به موقع اجرا میگذارد. تا امروز زندگی من از راه فروش بخور که از کشورهای دوردست میآمد اداره میشد و هر سال در فصل تابستان یک عده کشتی از اینجا به طرف دریاهای مشرق میرفت و سال بعد لااقل دو کشتی از 10 سفینه با انواع کالاهای شرقی از جمله بخور مراجعت مینمود. توضیح حاشیه: بخور عبارت از گیاهان یا تخم نباتی بود که برای بوی خوش آنها در معابد و منازل آنها را می سوزانیدند. مترجم ادامه متن: امسال وقتی کشتی ها می خواستند به طرف دریاهای مشرق حرکت کنند، یک مرتبه و بی خبر فرعون به اسکله آمد و من حیرانم چرا این شخص در تمام کارها مداخله می کند، در صورتی که این نوکارها مربوط به وی نمی باشد. پس این همه کاتب و پیشکار که در طبس هستند چه کاره اند؟ مگر وظیفه آنها این نیست دقت نمایند که هر کار مطابق با قانون و رسوم انجام بگیرد؟ وقتی فرعون به اسکله آمد، ملاحان در صحنه کشتی ها زاری می کردند و زنها و بچه های آنها در ساحل اشک می ریختند و صورت را می خراشیدند، زیرا می دانستند که عده‌ای از ملاحان مراجعت نخواهند کرد و در دریا غرق خواهند شد. ولی این مسئله جزو رسوم است و یک چیز تازه نیست و هر دفعه که کشتی ها به راه می افتند، زن و اطفال ملاحان شیون می کنند. ولی این فرعون ملعون وقتی شیون زنها و زاری ملاحان را دید، قدغن کرد که دیگر کشتی ها نباید عازم دریاهای مشرق شوند و هر کس که بازرگان است می داند که این قدغن فرعون به منزله صدور حکم محو بازرگانان مصر و زن و بچه ملاحان است، زیرا تا کشتی ها به طرف دریاهای مشرق نروند، بازرگانان سود تحصیل نخواهند کرد و زن و بچه ملاحان گرسنه خواهند ماند. هر کس که در مصر زندگی می کند می داند که نباید هرگز برای یک ملاح که با کشتی به مسافرت می رود افسوس خورد، زیرا هیچ کس به طیب خاطر ملاح نمی شود و لذا پیوسته محکومین را که به وسیله قاضی محکوم شده اند و تبهکار هستند مجبور می نمایند که ملاح گردند. در این صورت برای چه باید برای غرق آنها در دریا متاسف شد؟ آیا مرگ عده ای از محکومین که مجبورند ملاح شوند بیشتر تأسف دارد یا از دست رفتن سرمایه بازرگانانی که کشتی ساخته آن را مجهز کردند؟ زیرا کشتی به خودی خود به وجود نمی آید، بلکه باید سرمایه به کار اندازند و آن را بسازند و بعد کشتی را مجهز کنند و با آذوقه کافی به سوی دریاهای مشرق بفرستند. جگر من برای بازرگانان مصری می سوزد که اکنون در نقاط دور دست هستند و زن و فرزندان آنها در مصر به سر می برند.
و زن و فرزندان هرگز شوهران خود را نخواهند دید و بازرگانان در مساکن جدید زن گرفتند و میگویند فرزندانی که از آنها به وجود می آید روی پوست بدن لکه دارند. مدتی بازرگان مزبور همینطور شکایت می کرد و فرعون را لعن و نفرین می نمود و می گفت که این مرد هم بازرگانان اینجا را از سود باز می دارد و هم بازرگانانی را که در مناطق دور دست هستند و کالا به مصر می فرستند نابود می کند. ولی بعد از اینکه سه دم تمساح نوشید هیجانش تخفیف یافت و از گفته خود نسبت به فرعون معذرت خواست و اظهار کرد که از فرط اندوه آن حرفها را زده است. آنگاه گفت: من تصور می کردم که تی مادر فرعون خواهد توانست که پسر خود را به راه عقل بادارد، ولی او در این فکر نیست و نیز تصور می کردم که آی پیشوای بزرگ معبد جدید فرعون می تواند که ناصحی دلسوز باشد، ولی این مرد فقط در یک فکر است و آن اینکه هر طور شده آمون خدای قدیم را از پا در آورد. قبل از اینکه فرعون زن بگیرد من فکر می کردم که سبکسری او ناشی از نداشتن زن است و بعد از اینکه نفرتیتی زوجه او شد سبکسری وی از بین نرفت و نفرتیتی از وقتی که ملکه مصر شده مدهای حیرت آور در لباس به وجود آورده که زنهای دربار از او پیروی می کند و اکنون زنهای دربار به تقلید نفرتیتی اطراف چشمهای خود را با رنگ سبز ملون می نمایند و مثل زنهای سوریه لباس می پوشند، ولی لباس آنها بازتر است. کاپتا گفت: من این نوع لباس پوشیدن را در هیچ کشور ندیدم و تصور نمی کنم کس دیگری هم دیده باشد. و آیا تو یقین داری که به غیر از ملکه نفرتیتی و بانوان دربار کسان دیگری هم هستند که از این مد پیروی می کنند؟ و آیا به چشم خود آن را دیده ای؟ بازرگان گفت: من همسر دارم و از همسر خود دارای چند فرزند هستم و خود را مردی شریف می دانم و وقتی کسانی را دیدم که چنین لباسی پوشیدند بسیار ناراحت شدم. در این موقع مریت خدمتکار میکده به حرف در آمد و خطاب به بازرگان گفت: اگر تو مردی بدسلیقه هستی دلیل بر گناه زنها نمی شود، زیرا در فصل تابستان پیروی از این مد خیلی خوب است و زنها زیباتر می نمایند و من به تو اندرز می دهم که این مرتبه اگر زنها را با مد جدید دیگری دیدی ناراحت نشوی و بدان که هر مد جدید عمری دارد که بسیار کوتاه هست و زود تمام می شود و بار دیگر مد قدیم مورد توجه قرار می گیرد. بازرگان خواست جواب بدهد ولی مستی مانع از پاسخ دادن شد و سر را روی دست ها نهاده و برای مد جدید لباس زنها و قدغن عظیمت کشتی ها به طرف دریاهای دور و محرومیت بازرگانان از سود کالاهای مناطق شرقی گریه کرد. در این وقت یک کاهن از کاهنان معبد آمون که سر را تراشیده و بر سر روغن معطر زده بود در مذاکرات شرکت کرد و با صدای بلند گفت: من راجب مد لباس زنها چیزی نمیگویم، برای اینکه خدای آمون راجب مد لباس دستوری نداده، ولی آنچه سبب می شود که همه چیز از بین برود قدغن مسافرت کشتی ها از طرف فرعون به سوی مناطق دور دست مشرق است، زیرا اگر این کشتی ها نروند نمی توانند بخور بیاورند و اگر بخور نیاورند خدای ما آمون هنگامی که برایش قربانی می کنیم از بوی خوش محروم خواهد شد، در صورتی که آمون بوی خوش را بسیار دوست می دارد و این دشمنی که با آمون شده بزرگترین بدبختی ملت مصر است و از روزی که اهرام ساخته شده کسی به خاطر ندارد که ملت مصر این طور بدبخت شده باشد و من یقین دارم که بعد از این هر مصری که یکی از پیروان خدای جدید فرعون را ببیند و مشاهده کند که علامت خدای مزبور را که یک صلیب است روی لباس نقش کرده آب دهان به صورت وی خواهد انداخت.